سلام، خوش اومدین. امروز همونجوری که میبینید میخواییم با هم شروع کنیم صحبت کردن راجع به مبحث مغناطیس رو. و مغناطیس خب طبعا شما رو یاد آهن ربا میندازه. اما من قبلش میخوام یک حالت درد و دلی بکنم و اینکه بگم من هر وقت میخوام یک مبحث جدید رو شروع بکنم، چه نیروهای گرانشی، چه بعد نیروهای الکتریکی و حالا نیروهای مغناطیسی، واقعا گیج میشم. به این دلیل که من نمیفهمم که این نیروهایی که ما در طبیعت داریم دقیقاً چی هستن. حالا بذارید یه خورده توضیح بدم. شما فرض کنید من یک جسمی دارم اینجا، مثلا یک جعبه ای این ور کره زمین و یک مثلا توپی هم دارم اون ور کره زمین و نیوتن داره به من میگه که اینها به هم نیروی جاذبه وارد میکنن و اندازه نیروی جاذبه شون هست gm1 m2، یعنی جرم هر کدوم تقسیم بر فاصله شون به توان دو. من دو تا سوال از آقای نیوتن دارم و اون اینه که اولا این نیرویی که اینها به هم وارد میکنن رو به من نشون بده کو در طبیعت، و ثانیا این میدان گرانشی که میگیم وسط وجود داره دقیقا یعنی چی؟ من اصلا متوجه نمیشم که این میدان گرانشی چی هست. و راستش رو بخواید فیزیکدان ها هم خودشون معتقدن که ما نمیدونیم اصلا این نیروها و میدانها و اینا دقیقا چی هستن و اینکه چجوری این جسم با این جسم یک ارتباطی برقرار میکنه در یک فضای مجازی و با سرعت خیلی بالایی. یعنی من به محض اینکه اون جسم رو بذارم با سرعت نور این اطلاعات ارتباط بینشون برقرار میشه و این میفهمه که این اونجاست. و همین مشکل رو من با مغناطیس هم دارم. من این نیروهای مغناطیسی که در طبیعت وجود داره رو بذارید با یک آهنربا شروع کنیم. فرض کنید شما یک آهنربای میله‌ای دارید و بعد میایید یک آهن رو بهش، مثلا یک میخ رو یا یک سوزن رو بهش نزدیک میکنید، این میخ به این سمت کشیده میشه، یعنی میره سمت آهن رو با. خب و بعد من حالا در جلسات بعد خواهید دید که میایم این رو مدل میکنیم، میگیم اینجا یک میدان گرانشی میدان مغناطیسی وجود داره، میدان مغناطیسی نیرو وارد میکنه درست مثل میدان الکتریکی که به بار نیرو وارد میکرد و و و. اما اینکه واقعا این میدان مغناطیسی کو، خب من نمیدونم تونستم انتقال بدم یا نه، که این واقعا میدان مغناطیسی صرفا یک نوع نگاه ما به این پدیده و شاید اصلا این پدیده یک چیز دیگه است. یعنی شاید این میاد به طرف این چون مثلا یه نفری داره هولش میده که اون نفره رو ما اصلا نمیبینیم یا هر اتفاق دیگه ای. و این خیلی پیچیده است و من برای اینکه بیشتر گیجتون نکنم میخوام بگم که من دوباره تعریف نیروی مغناطیسی و مغناطیس رو با بدون تعریفی شروع میکنم و میگم که مغناطیس یک خاصیتیه که در برخی از اجسام وجود داره و همین. و این خاصیت در آهنربا از همون 1000 و 2000 و شاید هم 3000 سال پیش که آدم ها اینو کشف کردن به این شکل بود که وقتی من یک آهنربا رو که میتونست راحت به چرخه بالای زمین میگرفتم، میدیدم که یک طرفش میره به سمت قطب شمال زمین و یک طرفش میره به سمت قطب جنوب زمین و اسم این طرفی که میره سمت قطب شمال رو گذاشتم نورث یا شمال و اسم این طرفی که میره به سمت قطب جنوب رو گذاشتم ساوث یا جنوب. و گفتم که هر آهنربا دو قطب داره و اسم گذاریشون کاملا دل بخواهی بود و آدم های خیلی قدیم از این استفاده میکردن برای پیدا کردن جهتشون. یعنی این اجسامی که خاصیت آهنربایی داشتن و بالای زمین میگرفتن و این اجسام بهشون شمال و جنوب رو نشون میدادن. این داستان اولیه آهنربا هست. یعنی ما چی شد که کشف کردیم آهنربا رو و دیدیم که یک سری اجسام این خاصیت رو دارن. اما این خاصیت ادامه پیدا کرد. یعنی ما یک سری چیزهای دیگه هم کشف کردیم. مثلا ما کشف کردیم که اگر من یک آهنربا اینجا داشته باشم که این قطب شمالش باشه و این قطب جنوبش و بعد یک آهنربای دیگه هم اینجا داشته باشم که این قطب مثلا شمالش باشه و این قطب جنوبش، در این صورت این دو آهنربا به همدیگه نیروی دافعه وارد میکنن، یعنی از همدیگه دور میشن. یعنی در حقیقت این دو قطب چون هم نام هستن همدیگه رو دفع میکنن و میخوان از هم دور بشن. خب و از طرف دیگه دیدم که اگر من بیام و اینجا به جای اینکه قطب شمال آهنربا رو بذارم قطب جنوبش رو بذارم و قطب شمال رو این ور بگیرم، یعنی آهنربا رو بچرخونم، در این صورت این دو آهنربا هم دیگر رو جذب میکنه.
خب پس من دیدم که قطبهای ناهمنام همدیگر رو جذب میکنن و قطبهای همنام همدیگر رو دفع میکنن. خب درست مثل بارهای الکتریکی که بارهای ناهمنام همدیگر رو جذب میکردن و بارهای همنام همدیگر رو دفع میکردن، من یک چنین خاصیتی رو بین آهنرباها هم در طبیعت دیدم. البته آهنربا هیچ لزومی نداره که حتما این شکلی باشه، یعنی ما آهنربا به شکل‌های مختلفی داریم. من میتونم این میله رو خم بکنم و مثلا یک آهنربای نعلی شکل به دست بیارم که اینجا مثلا قطب شمالشه و اینجا قطب جنوبش. اما نکتهش اینه که آهنربا هر شکلی که باشه، که من به این آهنربا میگم آهنربای میله‌ای، حتما دو قطب داره. و این خیلی جالبه. چرا؟ چون من در بارهای الکتریکی میتونستم یک جسمی داشته باشم که مثلا فقط بارش مثبت باشه، درسته؟ یا میتونم یک جسمی داشته باشم که فقط بارش منفی باشه و میتونستم بیام به ترکیب اینها بگم مثلا یک دو قطبی الکتریکی، خب که اینها حالا به هم یک نیروهای مثلا در این راستا وارد میکردن. یا فکر کنم در ویدئوهای مثلا پنجم ششم بود که من میدان الکتریکی ناشی از این مجموعه رو به دست آوردم. اما آهنربا حتما در هر جسمی هر دو قطبش وجود داره و من نمیتونم یک جسمی داشته باشم که فقط قطب شمال آهنربا رو داشته باشه. حالا شما ممکنه بگید اگه من بیام این جسم رو از اینجا قطع بکنم، چه یعنی آهنربا رو نصف بکنم؟ و پاسخ اینه که به طرز کاملا جادویی اتفاقی که میفته اینه که این آهنربا تبدیل میشه به دو تیکه، این دو تیکه این شکلی، و باز به طرز جادویی این قطب جنوب جنوب میمونه و اینجا تبدیل میشه به قطب شمال، و این قطبی که اینجا شمال بود هم شمال میمونه و اینجا تبدیل میشه به قطب جنوب. یعنی من وقتی آهنربا رو میشکنم به طرز کاملا شگفت انگیزی دو آهنربای جدید ساخته میشه که هم قطب شمال دارن هم قطب جنوب. و بنابراین این رو همیشه یادتون باشه که اجسام هر دو خاصیت آهنربایی رو، یعنی هر دو قطب آهنربا رو با هم دارن و من هیچ جسمی ندارم که یک قطب رو فقط داشته باشه. و من اگر این شکوندن رو ادامه بدم، یعنی باز بیام اینو از اینجا بشکنم، باز از اینجا بشکنم و و و و برم اصلا برسم به الکترون ها یا پروتون ها، خواهم دید که این یه الکترونی هم که داره دور هسته میچرخه همون خاصیت رو داره و یک قطب شمال و یک قطب جنوب داره. یعنی این الکترون کوچیک هم از خودش خاصیت آهنربایی بسیار کمی نشون میده و هر دو قطب رو با خودش داره. و این خیلی نکته مهمیه که من آهنربا رو هر چقدر بشکنم باز هم یک آهنربای دیگه خواهم داشت. خب که خاصیت مغناطیسی، یعنی نیروی مغناطیسی در برخی اجسام مثل آهنربا وجود داره و این اجسام همیشه دو قطب دارن و این رو نگفتم الان میگم که این قطب ها جاهایی هستن که خاصیت مغناطیسی در اونها بیشتر هست. خب پس خاصیت مغناطیسی در دو قطب بیشتر، یعنی یک آهن رو اگر من بذارم اینجا با شدت بیشتری جذب میشه تا اینکه بذارم مثلا اینجا. و بارهای همنام، ببخشید قطبهای همنام مثل بارهای همنام همدیگر رو دفع میکنن و قطبهای ناهمنام دو آهن رو با همدیگر رو جذب میکنن. یعنی من الان دارم خاصیتی که کشف کردم و نمیدونم دقیقاً چی هست رو سعی میکنم باهاش آشنا بشم و من یک آهنربا رو هر چقدر بشکنم هی دارم آهنربای جدیدتری در اون میسازم و هی قطبهای شمال و جنوب در اون پدید میان و امکان نداره جسمی وجود داشته باشه که فقط یک قطب آهنربا رو داشته باشه و من همیشه هر دو قطب رو با هم خواهم داشت. خب این از خواص کلی آهنربا. بریم که دیگه میخوایم یه خورده وارد مدل سازی فیزیکی و میدان مغناطیسی و خاصیت‌های میدان مغناطیسی بشیم و بفهمیم که رابطه‌اش با میدان الکتریکی چیه. فعلا خداحافظ.